سپاه پاسداران دو کشتی را توقیف کرد. غزه امروز شاهد سنگین ترین درگیری ها از آغاز حمله زمینی بود. جشن صد هنر تذهیب و افطار در یونسکو ثبت شد. بینندگان شبکه جهانی کانال یک، درود و وقت بخیر. امروز چهارشنبه 15 آذر به این بخش خبری همراه با من مونا پشان خوش آمدید. جمعی از فعالین دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در آستانه 16 آذر طی بیانیه اعلام کردند که امسال در شرایطی به استقبال روز دانشجو می رویم که دانشگاه یکی از خفقان آلودترین روزهایش را در تاریخ ایران تجربه می کند و مدیران امنیتی وزارت علوم می کشند تا با سرکوب درون ترس خورده و مضطربشان را آرام نگه دارند. در این بیانیه آمده است وحشت از تکرار روزهای درخشان زن، زندگی و آزادی خواب را از چشمان مدیران امنیتی وزارت علوم و دانشگاه را بوده است. فعالین دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در این بیانیه تاکید می‌کند می‌کوشند تا با تصویب آیین‌نامه‌های انضباطی ضد دانشگاهی و تعلیق و اخراج دانشجویان و اساتید معترض و افزایش ادوات نظارت و سرکوب درون ترس خورده و مضطربشان را آرام نگه دارند. فشار بر دانشجویان، سرکوب و آزار و اذیت آنها، به ویژه دانشجویان زن، از اعتراضات سراسری زن، زندگی و آزادی شدت بیشتری گرفته است و عده‌ای زیادی از دانشجویان بازداشت و یا تعلیق شدند و استادانی که از آنها حمایت کرده بودند نیز به سرنوشتی مشابه دچار شدند. دانشجویان و اساتید بیش از 120 دانشگاه ایران همزمان با اعتراضات سراسری سال 1401 در ایران ضمن اعلام حمایت از مردم معترض، خواستار براندازی و حذف کلیت جمهوری اسلامی در ایران شده بودند. سپاه پاسداران روز چهارشنبه 15 آذر اعلام کرد دو شناور را که در مجموع 34 خدمه خارجی داشتند به اتهام قاچاق سوخت در خلیج فارس توقیف کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، به نقل از فرمانده منطقه 5 نیروی دریایی سپاه، یکی از این کشتی‌ها با 13 خدمه خارجی 2,280,000 لیتر سوخت قاچاق داشت و در جنوب جزیره ابوموسا توقیف شد. این اولین بار نیست که سپاه پاسداران دست به توقیف کشتی‌های خارجی در خلیج فارس می‌زند. آمریکا تابستان امسال اعلام کرد در 2 سال گذشته ایران بیش از 20 کشتی را در خلیج فارس مورد حمله، آزار و مزاحمت قرار داده یا توقیف کرده است. علاوه بر سپاه پاسداران، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی هم اردیبهشت ماه امسال نفتکش خارجی ادوانتج سوئیس را با این ادعا که به یک لنج ایرانی برخورد کرده توقیف کرده بود. رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه چهارشنبه 15 آذر به اسرائیل هشدار داد که اگر بخواهد سران حماس را در خاک ترکیه هدف سوء قصد قرار دهد، بهای سنگینی بابت آن خواهد پرداخت. شماری از سران حماس ساکن ترکیه هستند و برخی نیز دائما بین ترکیه با قطر و لبنان در تردد هستند. شبکه کانال اسرائیل در آغاز این هفته صدای روننبار رئیس شاباک از یک جلسه سازمان امنیت داخلی اسرائیل را پخش کرد که گفت دستور گرفته ایم سران حماس در ترکیه، قطر و هر جا را از بین. آرمان امروز آیا با هنر رئیس مجلس 12 می شود؟ ابرار سوختن 15 هکتار از جنگل های رودبار با 20 نفر مهار شدنی نیست. آفتاب یزد درخواست دولت روحانی از قوه قضاییه در مورد پرونده چای. آسیا جایگزینی دلار پنجره نو برای آینده اقتصاد. کیهان راکت های مقاومت فلسطین به پایگاه های اتمی اسرائیل رسید. جوان اصلاح طلبان با انتخابات به شرط چاقو معامله می کنند. اقتصاد ملی بودجه 1403 مبتنی بر برنامه 7 توسعه است. کار و کارگر
مجلس و دولت دست از بحران سازی بردارند. رسالت غزه گهواره خونین کودکان. شوت درویش پرسپولیس را رها کنم از این بدتر هم می شود. در ادامه این بخش خبری همراه ما باشید. ارتش اسرائیل میگوید در حال سنگین ترین درگیری ها با گروه تروریستی حماس از زمان آغاز حمله زمینی خود به نوار غزه تا کنون است و سربازان این کشور در خان یونس نبرد شدیدی را پیش بردند. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که صدها موضع حماس مورد حمله قرار گرفتند. گردان های قسام شاخه نظامی حماس نیست. گفته است که نیروهایش در نبرد با سربازان اسرائیلی شرکت می کنند و روز سه شنبه 8 سرباز اسرائیلی کشته یا زخمی شده و 24 خودروی نظامی آنها نیز منهدم شده است. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که صدها موضع حماس مورد حمله قرار گرفتند. گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس نیز گفته است که نیروهایش در نبرد با سربازان اسرائیلی شرکت می‌کنند و روز سه‌شنبه 8 سرباز اسرائیلی کشته یا زخمی شده و 24 خودروی نظامی آنها نیز منهدم شده است. ارتش اسرائیل اما در وبسایت خود از کشته شدن دو سرباز در روز سه‌شنبه خبر داد. بر اساس داده‌های ارتش اسرائیل، از زمان آغاز حمله زمینی ارتش به نوار غزه 83 سرباز کشته شدند. کشیده شدن نبردها به جنوب غزه نگرانی نهادهای بین‌المللی و سران کشورهای غربی را برانگیخته است. قبلاً به خواست ارتش اسرائیل، مردم از شمال غزه به پناهگاه‌هایی در جنوب رفته بودند تا از نبرد سنگین در شمال دور باشند. حال اما جنگ به جنوب غزه نیز کشیده شده و ارتش اسرائیل گفته که نه تنها در خان یونس بلکه در سایر مراکز اصلی حماس نیز نبرد جریان دارد. وزارت میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ثبت جشن صد هنر تذهیب و افطار به عنوان میراث مشترک غیر ملموس ایران و چند کشور همسایه خبر داد. به گزارش رسانه‌های ایران، پیشنهاد جمهوری اسلامی برای ثبت میراث معنوی جشن صد به همراه تاجیکستان، هنر تذهیب به همراه آذربایجان، تاجیکستان، ترکیه و ازبکستان و افطار و مراسم و آداب آن به همراه ترکیه، آذربایجان و ازبکستان در نشست کمیته بین‌المللی یونسکو تصویب شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه 15 آذر ماه در آغاز سفر یک روزه به خاورمیانه برای دیدار با سران عربستان سعودی و امارات متحده عربی وارد ابوظبی شد. او روز پنجشنبه در کرملین پذیرای رئیس جمهور ایران خواهد بود. کرملین اعلام کرد روابط دو جانبه محور اصلی مذاکرات رئیس جمهور روسیه با سران کشورهای خاورمیانه است، اما درباره جنگ در اوکراین و جنگ اسرائیل در غزه نیز گفتگو خواهد شد. امارات متحده عربی به مهمترین شریک تجاری روسیه در خاورمیانه تبدیل شده و میزبان روس‌هایی است که در شرایط جنگ و تحریم ترجیح دادن روسیه را ترک کنند. رئیس بنیاد سرمایه‌گذاری روسیه اعلام کرد که عربستان سعودی طی دو سال آینده 2 تریلیون روبل یعنی بیش از 20 میلیارد دلار در روسیه سرمایه‌گذاری خواهد کرد. در اصفهان شایعه قوی پخش شده که قرار است در باشگاه سپاهان تغییرات مدیریتی شود، اما فعلا مقامات کارخانه فولاد مبارکه و البته باشگاه
نسبت به آن واکنشی نداشتند. در برخی خبرها آمده که سازمان بازرسی دست روی پرونده ساکت گذاشته و به دلیل برخی ابهامات مالی خواستار رسیدگی به شرایط کاری او در این باشگاه شدند و حتی ممکن است کمیته اخلاق هم به این پرونده ورود کند. مسائلی که فعلا کسی تایید و تکذیب نمی کند. از نیکفر به عنوان سرپرست مدیر عامل یاد می شود و البته که گفته می شود او ساکن کانادا هم هست و اینکه چطور نام وی مطرح شده جای تعجب است. البته سبک رفتاری کارخانه فولاد مبارکه و هیئت مدیره باشگاه سپاهان برای تغییرات مدیریتی و اعلام ناگهانی آن مسبوق به سابقه است و چیز عجیبی نیست. با سپاس از شما که بیننده این بخش خبری بودید. گزارش های خودتون رو میتونید از طریق تلگرام با ایدی @کانال1 برای ما ارسال کنید. همچنین از طریق پلتفرم های اجتماعی در اینستاگرام و یوتیوب چنل وان تیوی همزمان میتونید برنامه های ما رو مشاهده کنید. تا بخش بعدی، بدرود.